اومدیم سراغ موتور. موتورمون این یکی دستاز خودمون ساختیم، یکم هم طولانی شدیم که زد پانی سراغ بزنیم راحت زواب بدون میدونست و ما باید قسمت بعدی، قسمت بعدیمون سوار کردن موتور و چیز خاصی ندارم. یکی از قسمت‌های جذاب این قسمت هم میشه موتور. موتورمون اینه. بیا خودش میاد. من که برم خودش دنبالم میاد. بله دوست. اومدیم سراغ موتور. موتورمون توی کشور ما مال پژو 405 چهار سیلندر 8 سوپاپ. موتور از این بهتر گیرمون نیومد، این چون کلن آلومینیوم به خاطر سبکی و اینا از این استفاده کردیم و میام قسمتی استارت ما نیاز داشتیم رو این کار و دینام. دینامو که این قسمت قرار میگیره، پایه‌هاش هم جوش دادیم، آماده است. و آقا بروز دینام اگه لطف کنی بیاری جلو ممنون میشم. این قسمت هم استارته. برای استارت ما حتما نیاز داشتیم که استارت رو پایه نساشه. پوست گریبویس این ماشین ما برج دادیم. این قسمت دوستان مشخصه. فقط دور موتورمون نیاز بود و استارت. این پوست را برج دادیم، بسیم، خوبم جواب داده. دینامونم به خاطر این دینام خود پژو استفاده نکردیم، مال پرایده، به خاطر سبکی این قسمت نصب میشه. اینم پای بالاشه و بله این قسمت پایین میخوره. بله قسمت هم بالا. بله دوستان در قالپاق بالاشو از این جدیدای بستیم که آلومینیوم و جاگیر نباشه، چون الان قدیمی ها خیلی بزرگتره. از این بستیم و میایم اینجا قسمت فلایویلی نیاز داشتیم، یه کوپلینگ بستیم اینجا، یه شافت براش درست کردیم که اینجا بستیم، بعد یه شافت میاد روش، یه پولی چهار تسمه اینجا قرار میگیره و بیان قسمت پشت موتور. دوستان این قسمت هم ما چهار دسته موتور براش تعبیه کردیم دوستان که دیگه لغ و اینا نباشه، محکمتر باشه. از این مدل دست موتورهای گرده که مخصوص خود پژو استفاده کردیم و این قسمت منیفول دوده. منیفول دودمون به خاطر اینکه سنگین بود اومدیم منیفول تغییر دادیم خودمون، یعنی طرح هدر ساختیم اینا و خیلی خوبم بوده، جواب داده، خیلی سبکتر شده. و این قسمت که میبینی دوستان یه سرا ما داشتیم، ما به روز سرا پلاستیکی، این به خاطر که مال سرای آبه که وزن میشه به رادیات، مخصوص خود این موتوره، ولی بغل اگزوز که هست احتمال آب شدن زیاده، ما به خاطر این تغییر دادیم. آب رو دارم این یکی دستاز خودمون ساختیم، یکم هم طولانی شدیم که زن تا پایین سوار بشه. دوستان رادیاتمون این قسمت قرار میگیره، حالا تو فیلم های بعدی میبینی قشنگ واضح تره. اگه بعضی قسمت هاشو توضیح نمیدم زیاد، تو قسمت های بعدی خودتون قشنگ متوجه میشین یا توضیح هم میدم. این قسمت قرار میگیره و قسمت بعدیمونم خود تصمیمت های مال خودشه دیگه، تغییری ندادیم. یه سری قاب هستن که اینجا سوار میشه که یه موقع خدای نکره ریزی چیزی وارد اینا نشه که سوپاپ کچ کنه و دیگه چیز خاصی نداره. ولی اگر موتوری باشه، این الان 100 و
100 اسب بخار قدرتشه. اگه موتوری باشه که 120 تا 160 اسب بخار باشه با وزن 67 کیلو تر بسیار عالیه. 160 اسب بخار باشه برای دو نفره را راحت جواب بهتون میده دوستان. و ما هم اگه از موتورهای تخت خورجینی استفاده کنیم خیلی بهتره، اونا سبایتره، جازیان نمیگیره و طول عمرشون هم بیشتره. یعنی یه موتور مثل موتور سوبارو یا فولکس، سوبارو خیلی بهتره که الان بود پرشه هم سواره. بله دوستان، بریم برای سوار کردنش. دوستان این قسمت هم که دست موتور این جایهاشونه، پایهاشونه ما با تسمه درست کردم خودم، تسمه چاره با ریز زدم، یک مرم زیرشون زوش دادم که بعد بسته بشه. یعنی دقیقا این قسمت قرار میگیره، هیچ فر نمی کنه، اندازه شون همه یک. موتور شاید زیاد وزنی نداره، اولوش شاید 90 کیلو باشه، حتی زیاد وزن بخاطر گوسه هست میگه خیلی بله. صبر کن نه از من دارم. باید 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 دست رو نگه آبا بلنش نگه گیش موش نیست تخصیم دست رو نگه ایور باید همه 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 نشه بگو باید رفت رو باید نره اون نره که خب آقا موره هاش هم گرم بانیم آقا باشه بیخور؟ نه سره آقا این زیاد نزدی که بود؟ ها؟ کو؟ نه یا بین ایتاری بود نه ایتار دوستان از این ما یه اتصال این قسمت داریم که یکیش باید بره به موتور، یکیش هم به شاسی. این شاخه رو میاریم اینجا، ما الان به دلخواه خودمون این قسمت یه پیچ شیش این پیچ بهش نمیخوره، باید پیچ دستساز خودمون رو بیاریم این قسمت. بله دوستان یک گیر خیلی کوچیک داره، بیایید دنبال ما، بیایید
خب دوستان این هم از این نه پیچ شماره 10 و و و باید یک براش پیدا کنیم. این هم از این قسمت تسمه. این قسمت هم میاد اینجا کار گذاشته میشه. خب من یه تکمیلش کنیم. بله من یه تکمیلش کنیم. همون پیچه پیچه هم میاد پیچه چیزی خواه برود دندون ریزه رسیده تلیست بکنم ساعت رسیده رسیده بله خواه برمی فیلن صرف نیمون قسمت تا پیچ بعدی نه هم باید پیچ این بود داشتم از در ما یه دونه بردیم ببینه اش خوره؟ نه برونی دندونه ریزه آلیه آچار چارده نه لطفی کنی هفده نم بیا بله دوستان این هم بریم سراغ قسمت هدرزمون. این هم از واشرشه برای این خدا ساخته شده قسمت. بیا جلو آقا خالدی این قسمت هم اضافه شما میتونه هم بارش بدی هم نزنی ولی من بخاطر که میخوام حرارت زیاده این نده قسمت بالا گذاشتم باشه و این قسمت ها هم چه قبرن برش زدیم لیزر حتما با ورق 8 میلی اینا دوستان این ورق باید 8 میلی باشه که بعد خم نشه اگه داغ شد نرم بشه یا حالت بگیره بقیش هم لوله همی پروفیل ساده است. این قسمت قرار میگیره این قسمت دیگه رنگ آمیزی نداره چون داغ میشه حرارتش بالاست احتمال داره رنگ بلند بشه اینجی خب موچه بکنه تان بوانه شو نگاهی تو رو سران مرجع نهید من موشیدم بهش آتار سیزه آقا بروز بله بله کلانتون هم میجه آقا بروز از این بر خوش سرمایه خوره صف کنو باش آقا بروز اینا رو صف کن تا من بقیه شو برات بیچه لبجو بگیرم
خب دوستان پیچه را زیاد سفت کردیم، مثل این که سرسیلن و یه ترک موی هم برداشت. ایشالله که چیزی نباشه این قسمت. فرار آبی روغنی. خب ایشالله که چیزی نیست. بعد تو تست روشن کردن مشخص میشه. مشکل نداره. به خاطر قبلا نقطه جوش خورده رو این پیچه صفر نشد و اون قسمت ما زیاد فشار آوردیم ترک انداخت. انشالله که چیزی نیست. زیاد هم مهم نیست، حالا یه دونش هم نباشه زیاد مهم نیست. خب دوستان این قسمت میشه انباری اگزوز که ما از مدل توخالیش استفاده کردیم، به خاطر که قبلا هم بهتون گفتم دوستان ما تا جایی که میتونیم باید سبک سازی در نظر بگیریم. سبک سازی توی کار هوا و فضا خیلی مهمه، یعنی یه چیزی که در اولویت اوله. ما هم به خاطر این اگزوز خیلی کوچیک‌تر گیریم و توخالی هم از مال پرای. خب. یعنی اسپورت. با خاطر اون که برش کاریم